اولا تحقیقات درباره انفجار باید در اولویت قرار بگیره و نتایجش باید سریعا مشخص بشه. همچنین عملیات جستجوی افرادی که زیر آوار گیر کردن باید سرعت بگیره. کشور در شرایط بحران قرار داره. اعلام 2 هفته وضعیت اضطراری در بیروت بعد از انفجاری مهیب که دست کم 113 کشته و 100 مفقود به جا گذاشت. دولت بعضی از مقام‌های محلی را حبس خانگی کرده. در 60 دقیقه امشب با یکی از ساکنان بیروت صحبت می‌کنیم و از یک کارشناس سلاح‌های شیمیایی درباره علل احتمالی انفجار می‌پرسیم. در ادامه برنامه امشب اعدام یکی از معترضان دیماه 96 در ایران درباره پرونده مصطفی صالحی چه می‌دانیم؟ اعلام ابتلای 10 میلیون نفر به کرونا در افغانستان، وزارت صحت میگوید زنان بیشتر از مردان مبتلا میشوند. مجموعا در تمام کشور در کل نفوس 31.5% نفوس افغانستان مصاب به وایرس کرونا شده. تصویری نادر از داخل اردوگاه های اجباری نگهداری اویغورها در چین. از یک دیپلمات سابق ایران میپرسیم دلیل سکوت جمهوری اسلامی در مورد سرکوب مسلمانان در کشورهای متحدش چیست؟ و کارزار اعتراض به کولبرکشی از فضای مجازی به دیوارها رسید. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک روز بعد از انفجاری مهیب در بندر بیروت، امدادگران همچنان به دنبال ده‌ها نفری هستند که ناپدید شدند. بر اساس آمار رسمی تا اینجا 113 نفر کشته و بیش از 100 نفر مفقود شدند. حدود 300 هزار نفر هم بی خانمان شدند. مسئولان حالا میگویند 2700 تن نیترات آمونیوم که بعد از 7 سال در انباری در بیروت نگهداری می شده باعث این فاجعه شده. لبنانی ها که پیش از این انفجار هم از وضعیت ناراضی بودند، نخبگان سیاسی این کشور را متهم کردند که با اهمال و بیکفایتیشان منجر به این حادثه شده. دولت لبنان 2 هفته وضعیت اضطراری اعلام کرده و بعضی از مسئولان در بازداشت خانگی هستند. امشب تلاش می‌کنیم پاسخ بعضی از سوال‌ها درباره علل و عواقب این حادثه رو پیدا کنیم. اول گزارشی ببینیم از مهداد فرهمند. رئیس جمهور لبنان در بازدید از محل انفجار دیروز وعده پیگرد و کیفر هر کسی را داد که در بروز این فاجعه نقشی داشته. فاجعه‌ای که به گفته او ناشی از ندانمکاری است. پیشینه این ندانمکاری آنگونه که از مسئولان لبنانی نقل شده به 7 سال پیش باز می‌گردد. به کشتی متعلق به مولداوی با بار 2750 تن نیترات آمونیوم که از گرجستان به موزامبیک می‌برده. نیترات آمونیوم هم در مواد منفجره و ترقه و فشفشه کاربرد دارد، هم در کود شیمیایی کشاورزی. کشتی برای تعمیر در بندر بیروت لنگر می اندازد. طلبکارهای صاحب کشتی سر می رسند. از دادگاهی در بیروت حکم توقیف محموله کشتی را می گیرند. این محموله خطرناک 7 سال بدون رعایت ایمنی در گوشه انبار ماند. 3 سال پیش گمرک بیروت خواهان تعیین تکلیف آن شد، اما پاسخی نگرفت. محموله همچنان در پیچ و خم دیوان سالاری دستگاه قضایی لبنان گرفتار بود. کنار آن هم حجم زیادی زباله شیمیایی سمی و خطرناک از حدود 30 سال پیش انبار شده بود. دیروز داشتند در انبار را جوش می دادند که آتش سوزی رخ داد. آتش نشانی حاضر شد، اما دیر شده بود. نتیجه چه بسا عظیمترین انفجار غیر اتمی از زمان کشف باروت. انفجاری با قدرت 600 تا 800 تن TNT. اوج شرجی بودن بیش از حد هوای بیروت در این فصل از سال و فضای خالی گسترده‌ای که دریا در برابر محل انفجار فراهم آورده، گستره ویرانگری انفجار را کیلومترها افزایش داد.
مسئول این همه ندانمکاری کیست؟ سعد حریری، نخست وزیر پیشین هم که امروز به بازدید محل انفجار رفت، گفت برای هر نوع حسابکشی آماده است. پیش از آن که به بازدید بیاید، عده‌ای علیهش تظاهرات کردند. همچون تظاهر کنندگانی که پارسال حریری را به کنارگیری واداشتند، او را نمادی از ندانمکاری و ناکارآمدی نهادینه در اداره کشور خطاب کردند. حساب کشیدن از سعد حریری و بسیاری دیگر از مسئولان گذشته و حال لبنان به جای خود، گرفتارتر از آنان دولت کنونی است که کاسه وای چه کنم به دست گرفته. قطر دو بیمارستان سیار فرستاد. اینها هم آتش نشانهای فرانسوی هستند که برای کمک به لبنان می روند. کشورهای دیگری هم کمک فرستادند، از جمله ایران. اما کار با این کمک ها درست نمی شود. این عکس ماهواره‌ای بندرگاه بیروت پیش از انفجار است. این هم پس از انفجار. از بندرگاه بیروت جز تلی از آهن و خاکستر نمانده. 70% نیازمندی های لبنان کالاهایی است که از این بندرگاه وارد می شود. ویرانی گسترده خانه ها و فروشگاه ها و مؤسسات و بیمارستان ها هم افزون بر آن، دولت لبنان را در وضعیتی گذاشته که اگر بیروت را اسرائیل بمباران کرده بود، فرق چندانی نمی کرد. پول بازسازی این همه ویرانی را از کجا بیاورند؟ آن هم در حالی که ظرف چند ماه بهای دلار در لبنان 6-7 برابر شده. کشور در گردابی اقتصادی افتاده که راه گریزی از آن نمی یابد. دست کمکی هم اگر به سویش دراز شود، چه بسا به بهای به هم خوردن معادلات سیاسی کشور باشد. مرتضی فرهمند، بی بی سی. تصاویر ماهواره‌ای که در گزارش مهرداد دیدید متعلق به شرکت مکسار بود. هادی نصرالله از ساکنان بیروت با ما هست. آقای نصرالله، کمی بهمون بگید که دیشب کجا بودید دیروز وقتی که این انفجار اتفاق افتاد و چه تجربتون چه بود؟ شب شما بخیر. اساساً شب گذشته من در منطقه به اسم زاله آنا بودم در شمال بیروت. من داشتم با یک تاکسی برمیگشتم خونه. یک اتوبانی بود که در معرض انفجار قرار داشت. آتش سوزی اتفاق افتاده بود. ما از کنار آتش گذشتیم. من داشتم با آتش نگاه می‌کردم. من از تاکسی پیاده شدم. یکی از دوستان گفت صدای انفجار شنیدی؟ ظاهراً انفجار اول بود، انفجار خیلی بزرگی نبود. من اونو نمیدونستم و نشینده بودم. اما چند دقیقه بعد که از اون آتش عبور کردیم و سوار بر همون تاکسی گذشتیم و از اتوبان خارج شدیم که من بتونم برم خونه، در کوچه اول یا دوم بود که یک انرژی حس کردم که کلن وجودم رو تکون داد. یعنی اصلا کلن شنواییم رو از دست دادم. یه دفعه صدای بوق ممتد شنیدم. احساس کردم یه چیز سنگینی روی سینم اومده. میخواستم از شوفر تاکسی بپرسم چه اتفاقی افتاده، ولی نمیتونستم که حس خودم رو بگم. نگاه کردم به شوفر، اون ناگهان ماشین رو متوقف کرد، برگشت به من نگاه کرد، چش در چشم من دوخ. فهمیدم که اتفاق خیلی بدی افتاده. نمیدونستم چی شده، چون اون یه دفعه وسط جاده ایستاد. ولی وقتی نگاه کردم چند ساعت پیش مسئله از یادم اومد، اینه که داشتم به چند تا مغازه نگاه میکردم. این مغازه همجور چراغشون داشت خاموش و روشن میشد. در همون لحظه یک موج خیلی عظیمی اومد که تمام شیشه های ماشین من و ماشین اطراف رو شکون. تمام شیشه ساختمان های اطراف، انگار تمام شیشه های ساختمان شهرها همزمان شکسته بود. خیلی صحنه آخر زمانی بود. دیدن که همه آدم ها دارن میدوئن به این سمت و اون سمت، همه زخمی شدن، خون ازش میومد به خاطر اصابت شیشه. من نمیخواستم از ماشین پیاده بشم، اما نهایتا
از ماشین پیاده شدم، اول اطمینان حاصل کردم که حال شوفر تاکسی خوبه، درست نمیشنیدم حالش خوبه یا نه. این صدای بوق موتوری تو گوشم بود، حدود نیم ساعت طول کشید تا تموم بشه. بالاخره رسیدم به خونه. خونه من حدوداً 3 کیلومتر فاصله داشت، فاصله داره با محل انفجار، ولی وقتی رسیدم به خونه دیدم که در خونه باز، شیشه های پنجره شکسته، دیوارا ترک برداشته، شیشه های تمام مغازه های اطراف ترک برداشته. من شک کردم اینا به خاطر همون انفجار اول رخ داده یا اینکه انفجار دیگه رخ داده، برای اینکه ما تو بیروت بالاخره انفجارهای زیادی شنیدیم، مخصوصا تو محله های مختلف بیروت از این انفجارها زیاد پیش می اومدن. برای همین برای از تعجب کردم، چون معمولا وقتی به ابرا نگاه میکنین وقتی انفجار رخ میده ابرا معمولا تیر و تار هستن، ولی وقتی با 3 کیلومتر فاصله به ابرا نگاه میکردم رنگای عجیبی داشتن، رنگ صورتی، رنگ سفید، انگار که آتش فشان رو داشتم میدیدم. کمی هم از وضعیت امروز بیروت برای ما بگید، اگر سری به بیرون زدید. ما شنیدیم که بیمارستان ها پر شده و دیگه گنجایش بیمار نداشت، همون دیشب این خبر اومد. الان وضعیت چگونه است؟ بذارین از دیشب شروع بکنم. من رفتم به بیمارستانی که در همون حوالی بود تا یه ذره خون اهدا بکنم. خیلی مواظب بودم به خاطر کرونا و اینا، ماسکم رو زده بودم. خیلی بیمارستان شلوغ بود. خانواده‌های زیادی بودن، داشتن راجع به مفقودین، عزیزان خودشون که ناپدید شدن سوال می‌کردن. خیلی‌ها دنبال فرزندانشون بودن، دنبال مادر پدر بزرگشون، دنبال مادرشون. خب متاسفانه ارتباطمون با آقای نصرالله قطع شد. امیدواریم حالا بتونیم در طول برنامه اگر دوباره او به ما بپیونده بتونیم باهاش صحبت بکنیم. داشت تجربه خودش رو میگفت به ما از بیروت. اجازه بدید برای بحث بیشتر در این مورد با نفیسه صحبت بکنیم. نفیسه کوهنورد همکارم که اینجا در استودیو با ما هست. نفیسه، از دیشب بسیار شنیدیم راجع به یک انبار 2700 تونی از نیترات آمونیوم که منفجر شده و میگن سالها 7 سال اونجا بوده. داستان چیه واقعا؟ خیلی پیچیده است و الان بازار اتهام زنی از هر طرف در لبنان شروع شده. دولت قبلی، دولت الان رو مقصر میدونه که سهلنگاری کرده و دقت نکرده که این انبار اونجا هست و تمهیدات اصلی رو نگرفته. دولت الان هم مثلا نخست وزیر کنونی که آقای دیاب هست، دولت قبلی رو متهم میکنه و مقامات قبلی رو به این که چرا 6-7 سال این با محموله رو در اون بندر نگه داشتن، خالی کردن از کشتی و همچنان همونجا انبارش کردن، درست جایی که مخزنهای مواد غذایی و گندم لبنان همونجا وجود داره. بعضی از رسانه ها هم دیدم، مثل مثلا هارتس و جرسالون پوست که رسانه های اسرائیلی هستند، به نوعی اشاره کردن به گزارش هایی که قبلا دیلی تلگراف منتشر کرده بود، مبنی بر این که حزب الله یک زمانی در لندن همین نیترات آمونیوم رو انبار می‌کرده و این رو MI5 هم سرویس امنیتی بریتانیا تایید کرده. به نوعی خواستن ربطش بدن، گرچه ما نمیتونیم مستقلن این رو تایید بکنیم، اما به هر حال بازار گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه چرا همچنان اون مواد اونجا مونده و چطور یک باره بعد از 7 سال چنین فاجعه‌ای رو به وجود آورده هنوز واقعا مشخص نیست. مسابقه ای هم الان برای از طرف کشورهای خارجی وجود داره برای اینکه کمک رسانی بکنند به لبنان. راجب اونا چه میدونیم؟ چه کشورهایی تا الان اعلام آمادگی کرده؟ دقیقا همونطور که میگیم یک رقابت و مسابقه اتفاق افتاده، به خصوص در زمانی که لبنان تا چند همین مدت پیش در حال رایزنی با جامعه بین المللی بود برای کمک
گرفتن، به خاطر اینکه از نظر اقتصادی به شدت در وضعیت بحرانی بود، در آستانه ورشکستگی بود و به هر حال به شدت تحت فشار بود، نیازمند این کمک ها. اما بیشتر این کشورها به خصوص کشورهای اروپایی و آمریکا این کمک رو ربط داده بودن به اینکه باید اول اصلاحات در لبنان انجام بشه و بخشی از این اصلاحات مربوط به این بود که نقش حزب الله در دولت لبنان کاملا از بین بره به نوعی، به خاطر اینکه این گروه چه شاخه نظامیش چه شاخه سیاسیش در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داره و الان می‌بینیم که همه الان دست کمک دارن دراز می‌کنن. آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه فردا داره سفر می‌کنه، کشوری که به عنوان رایزن گروه کشورهای غربی هم مطرح هست. اما این هم هست که بعضی چیزها واقعا برای اولین بار داره اتفاق میفته و اینکه اسرائیل حتی اگر به صورت سوری باشه، اسرائیل گفته که حاضر کمک بکنه به لبنان و همین چند ساعت پیش بود که پرچم لبنان برای اولین بار بر روی ساختمان شهرداری تل آویو عکس‌هایی منتشر شد که نشون میداد که پرچم لبنان بر روی ساختمان شهرداری تل آویو بالا رفته و عکسش رو در حقیقت انداختن بر روی با نور و این اولین باری که داره اتفاق میفته و نگاهی به توییتر اسرائیلی ها هم نشون میده که خیلی ها اتفاقا نگاه مثبت دارن به این اتفاقاتی که داره میفته. شبیه اون شرایطیه که زمان زلزله بم اتفاق افتاد و برای اولین بار کمک های آمریکایی ها به ایران رسید و آمریکا مستقیما اعلام کرد که حاضره به ایران کمک بکنه. از این نظر خوبه، ولی از نظر دیگه خیلی ها میگن نوشداروی بعد از مرگ سهراب همه این کمک ها. خودت هم اشاره کردی به وضعیت اقتصادی که دولت فعلی لبنان باهاش دست و پنجه نرم میکنه. نارضایتی مردم وجود داشت، ماها در خیابان ها بودند. الان میشنویم که این بندر که در گزارش مهدادم بود که 70% مواد غذایی کشور از طریق میاد، حالا برنمیگرده به شرایط عادی اصلا. یعنی حتی شهردار استاندار بیروت که دیروز دیشب بلافاصله بعد از انفجار رفته بود جلوی دوربین ها، واقعا بغضش ترکید و گفت من با این چیزی که اینجا میبینم نمیدونم اصلا ما میتونیم دیگه ترمیم بشیم یا نه. تصور کنین کشوری که بارها جنگ دیده، 15 سال جنگ داخلی داشته، بمباران‌های اسرائیل رو دیده و همه این شرایط رو طی کرده، الان میگه نمیدونه میتونه بلند بشه یا نه. اون ذخیره گندمی که از بین رفته ذخیره حداقل 3 ماه این کشور بود که خیلی مهمه در این وضعیتی که قیمت نون از چند ماه پیش 2 برابر شده، قیمت گوشت تقریبا میشه گفت بالای 70% قیمتش بالا رفته و حتی قشر متوسط دیگه عملا داشتن میگفتن که دیگه نمیتونیم حتی مایحتاج خودمون رو تهیه بکنیم. این وضعیت در این شرایط داره اتفاق میفته و واقعا میشه گفتش که دیگه من دارم میبینم که جوانهای لبنانی که فعال هستن در توییتر و حتی کسانی که من خودم باشون در ارتباط هستم میگن این آخر امیده، دیگه امیدی برای این کشور نداریم. ممنونم ازت نفیس کوهنورد، همکارم در استودیو با ما. فیلیپ اینگرام با ما پیوسته، افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا از لندن، تا بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. آقای اینگرام، نیترات آمونیوم اینجا بسیاری میگن که باعث اون انفجار شده، یا دولت هم میگه، در چه شرایطی این نیترات آمونیوم منفجر میشه؟ نیترات آمونیوم جالبه بدونیم که خودش به خودی خود یک ماده منفجره محسوب نمیشه، اما به واسطه در واقع یک اکسیدان محسوب میشه، اما به واسطه داشتن آمونیوم در کودهای شیمیایی به کار میره. اما خب دولت لبنان میگه که سالها پیش محموله یک کشتی رو مصادره کردن و این محموله عظیم رو که محموله این کشتی بوده، بار
این کشتی بوده که یک کمیت بسیار عظیمی هست، این رو ذخیره کردن و ظاهرا این رو در تأسیسات لازم و مناسب برای ماده خطرناکی مثل اون ذخیره نکردن. بنابراین شرایط میتونه مهیا بشه به طوری که این نیترات آمونیوم آلوده بشه و این آلوده کننده ها شرایط اون رو ناپایدار میکنن و در نهایت تبدیلش میکنن به یک ماده قابل انفجار. خیلی ها دیروز وقتی که تصاویر انفجار روی صفحات اجتماعی بیرون می اومد به شکل قارچی اون انفجار اشاره میکردن، میگفتن که انقدر بزرگ به نظر میرسه که مثلا یک انفجار اتمی اتفاق افتاده. در چه شرایطی واقعا اون شرایط اون حالت قارچی در یک انفجار پیش میاد و آیا چیز خاصی در این انفجار بوده که اون حالت رو به وجود آورده؟ شرایط مختلفی هست که میتونه یک ابر قارچ شکل رو ایجاد کنه و لزوما نباید مواد منفجره خیلی زیاد باشه. بله ممکن انفجار اتمی باشه، اما مواد منفجره به اصطلاح متعارف رو هم مثل اون چیزی که در بیروت دیدیم این رو میتونن ایجاد کنن. این شکل ابر سفید رنگ قارچی عمدتا بخار آب بوده، به این دلیل که آب دریا در نزدیکی بندر تبخیر شده و در اون لحظه انفجار هر گونه بخارابی که در هوا بوده این توده نارنجی و قرمز دود رو ایجاد کرده در کنار اون مواد شیمیایی مسمومی که خب از انفجار از تحریق نیترات آمونیوم دیدیم، همه اینا با هم دیگه جمع شدن و این شکل رو تشکیل دادن. امروز مسئولان بهداشتی بیروت از مردم میخواستن که از شهر خارج بشن و تا جایی که میتونن فاصله بگیرن از شهر، به دلیل اینکه میگفتن ممکنه ذرات اونچه که در هوا هست سمی باشه. واقعا این مواد میتونه سمی باشه؟ بله، خود انفجار میتونه بعضی مواد مسموم سمی رو ایجاد کنه. نیترات آمونیوم، نیترات ها به طور کلی، اکسید های نیترات و آمونیوم و اینها هستن و بعد خب میدونیم که بعد انفجار دیگری که اتفاق افتاده در انفجاری که در بندر اتفاق افتاده ما نمیدونیم چه مواد دیگری در اونجا بودن ذخیره شدن، اونها هم وارد این معادله شدن و بنابراین همه اینها میتونن که آلودگی ایجاد کنن و بعضی از موادی که به واسطه انفجار داخل زمین شدن، به داخل زمین فرو رفتن، داخل دریا فرو رفتن، اینها هم میتونن که شرایط سمی ایجاد کنن و ما ممکنه در آینده شاهد آلودگی های این چنینی هم باشیم. کمی بیشتر از 24 ساعت بعد از حادثه، با توجه به اطلاعاتی که تا همینجا داریم که خب محدود هست اما اطلاعاتی است که میشه ازش نتیجه‌هایی گرفت، به نظر شما چه سناریویی اینجا اتفاق افتاده؟ چه چیزی میتونه عملا باعث اون انفجار شده باشه؟ به نظر من اگه بخوام همه مسائل جوانب رو در نظر بگیریم، با توجه به این که حریق نسبتاً کوچیکی شاهد بودیم در یک محل، در یک ساختمان و بعد عوامل به طور بالقوه قابل اشتعال رو شاهد بودیم، مقدار بسیار زیادی از نیترات آمونیوم رو شاهد بودیم که ذخیره شده بدون توجه به اصطلاح قواعد و قوانین بین المللی، رویه بین المللی. خود آتش رو وقتی بهش نگاه میکنیم به نظر من اون آتش و اون مواد منفجره به اندازه کافی بودن که چنین انفجار رو ایجاد کنن و بعد اون موجهای انفجار که شنیدیم و دیدیم که چه تأثیری، چه لطماتی رو در بیروت ایجاد کردن. بنابراین به نظر من در نهایت یک حادثه تراژیک و خیلی خیلی فاجعه بار بوده که به دلیل قصور و کوتاهی اتفاق افتاده. ممنونم از وقتی که به ما دادید آقای انگرام. فیلیپ انگرام، افسر سابق اطلاعات نظامی بریتانیا از لندن با ما. احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت افغانستان، میگوید یافته های این وزارتخانه نشان میدهد از حدود 33 میلیون نفر جمعیت افغانستان، بیش از 10 میلیون نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند. به گفته او زنان بیشتر از مردان مبتلا شدند. این ارزیابی شمار جانباختگان رو نشون نمیده و قراره در روزهای آینده آمار دقیق تری ارائه بشه.
در تمام کشور در کل نفوس 31.5% نفوس افغانستان مصاب به وایرس کرونا شده بر اساس تست های سیرولوژیک و رپید تست هایی که ساوی آنتی بادی ها را در عین خون نشان میدن. این نشان میده که 31.5% مردم افغانستان مصاب وایرس کرونا شدن و مریضی در گذشتاندن و این در زون های مختلف افغانستان متفاوت است. مثلا در کابل 53% تمام نفوس، در ولایات شرقی 42.9%، در ولایات مرکزی که کابل، پروان و پنجشیر و کاپیسا شامل میشه بیشتر 36.3%، در ولایات غربی 34.1%، در ولایات شمال شرقی 32.4%. به این شکل کمترین واقعات مصابیت در ولایات مرکزی مثل دایکندی و غور بوده که در روز به شکل طبیعی و مفاصله ها مراد شده 21.1% مردم مصاب وایرس کرونا شدند. در بین اطفال به مردم خود میخوایم که وضاحت بدم که تر مثال در کابل 46.4% تمام اطفال مصاب وایرس کرونا شدند و اما ارواز و علایم ندادند، به شفاخانه بستر نشدند، اما نقل دهنده یا انتقال دهنده بسیار فعال مریضی کووید 19 محسوب میگردند. به این شکل در کابل 57% تمام کائلا یعنی بالاتر از 18 سال مصاب وایرس کرونا شدند. گفتگو کردم با عطاءالله سعیدزی، مسئول نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی که پژوهشگر این تحقیق هم بوده، و از او پرسیدم که وزارت صحت چطور به این اعداد و ارقام رسیده. ما نظر به هدایت رئیس جمهوری افغانستان سروی را در تمام افغانستان در 34 ولایت انجام دادیم. این سروی را قسمی انجام دادیم که افغانستان را با 9 حوزه تقسیم نمودیم و 9 حوزه باز نمونه را از 9 حوزه گرفتیم که تقریبا 5177 خانواده را از تمام کشور نمونه ها گرفته شد و بعد از او در هر خانواده از یک طفل از 5 تا 17 سال ما یک نمونه به خاطر تست لابراتوار گرفتیم و از 18 سال بالاتر یک نفر کاهل را نمونه گرفتیم و تست را اجرا کردیم و بعد از نتیجه تست که از انتیبادی کرونا در اوج معلوم می شود ما ریکارد کردیم و تمام ارقام را جمع کردیم و ارقام را از 7 جولای تا 20 جولای تقریبا تمام ارقام جمع شده، ارقام داخل کمپیوتر تحلیل صورت گرفت و بعد از او ما نتایج را گرفتیم که تقریبا از 5 سال بالاتر 31.5% مردم افغانستان با کرونا مصاب شده بود نظر به تستی که اجرا شده. خب به هر حال تخمینی هست دیگه این چیزی که شما الان اعلام کردید. اگر این تخمین شما درست باشه، آمار و ارقام مرگ و میر هم باید چیزی هول و هوش چندین برابر اون چیزی باشه که الان اعلام شده، اما نیست. تشکر. مرگ و میر ارقام همچنان ما جمع کردیم و زیر تحلیل است و مرگ و میر متاسفانه از چیزی که هست از او بالاتر می باشد و زیر تحلیل است که در یک هفته در در روز اونمو را هم شریک خواهد کردیم. یعنی مرگ و میر از چیزی که راپور داده شده و تست شده از او بالاتر است. یعنی مرگ و میر اضافی رو شما دارید در نظر می گیرید یا اینکه ارقام و اعداد دیگری دارید؟ تشکر. و قسمی که شما میدانید در افغانستان ما سیستم ثبت مرگ و میر بسیار قوی را نداریم و زیاد مردم از در خانه فوت میکنند. به مو خاطر ارقامی که راپور داده میشود تماما ارقامی است که به شفاخانه آمده و تست صورت گرفته. به مو خاطر ارقامی که در جامعه فوت میکنه در این سروی ما ارقام را گرفتیم و در نزدیکی آینده انشالله او را شریک خواهد کردیم و مرگ و میرم شاید متفاوت تر از چیزی باشه که رسمی راپور داد. آقای سعیدزی، در ایران وقتی که رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که 25 میلیون نفر احتمالا مبتلا شدند به کرونا بر اساس همین روشی که شما جلو رفتید، بعدتر وزارت بهداشت ایران آمد و گفت نه، این آمار تخمینی دقیق هم نیست به هیچ عنوان. چقدر شما خودتون فکر میکنید که این آماری که دادید نزدیک به حقیقت؟
تشکر. قسمی که در افغانستان حالت قرنطینه مردم مراعات میکرد بسیار خوب نبوده، این مرضی است که به یک فرد به فرد دیگه باز زودی انتقال پیدا میکند و چقدر مریضانی که ما در شفاخانه افغانستان داشتیم در ماه جون و جوزا و چقدر در سکتور خصوصی که ما داشتیم بسیار زیاد بوده و نظر به تخمینه های مختلف هم ما در امو ماه ها ارقام کرونا بسیار زیاد داشتیم. من درستر نمیدانم که در ایران سروی صورت گرفته بود یا تخمین، لیکن این سروی هست که مردم افغانستان سروی شد، تست ها صورت گرفت و یک تخمینی از سروی ما داریم، از تحقیق داریم و این تحقیق که است در هسپانیا که صورت گرفته بود اون یک تحقیق ملی بوده و افغانستان هم تحقیقات در دیگه جهان هم که شارهای مختلف بوده، لیکن افغانستان همچنان بعد از اسپانیا این تحقیق ملی را انجام داد که این نتایج از تحقیق است یا کدام تخمین ما نکردیم که کدام مدل صورت گرفته باشد. ما در 34 ولایت افغانستان ارقام جمع کردیم از مردم جمع شده و تقریبا 95% ساحاتی را که ما پلان کرده بودیم اونجا سروی صورت گرفته. با همون خاطر ارقام نظر با تست است، شاید یک تست دیگر ما اجرا میکنیم که شاید کمی تغییر در رو بیایه که او تست قوی تر هست، لیکن چیزی که ما برای شما شریک شده این از توسط یک سروی ملی که صورت گرفته ما ارقام داریم. عطاالله سعیدزاده بود، رئیس عمومی نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی افغانستان. در ایران حکم اعدام مصطفی صالحی از معترضان دیماه سال 1396 در اصفهان اجرا شد. او به قتل یک عضو سپاه پاسداران متهم بود. آقای صالحی در محاکمش اتهام قتل رو رد کرده بود. مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات سال 96 در شهرک کهریز سنگ از توابع نجف آباد اصفهان بود. برای بحث بیشتر در این مورد محمد حسین آقاسی وکیل پایه که دادگستری از تهران به ما پیوسته. آقای آقاسی، برخی صحبت از ابهاماتی که در این پرونده وجود داشته می کنند، شما پرونده رو بررسی کردید، به نظرتون چه ابهاماتی در این پرونده بود؟ ظاهرا صحبت هایی که شده نشان دهنده اینه که اتهام ارتکاب قتل و به استناد اقراری که در مرحله تحقیقات از متهم گرفته شده رسیدگی و حکم صادر شده. در اینجا مطلبی رو که من یک بار هم در یک زمینه دیگری فکر میکنم در رابطه با پرونده آقای نجفی شهردار سابق تهران مطرح کردم باید عنوان بکنم. در پرونده هایی که در دادگاه های کیفری رسیدگی میشه، اقرار رو ما به عنوان شاه دلیل تلقی میکنیم، سلطان دلایل. اما اقرار برعکس اون چه که در پرونده های حقوقی گفته میشه و قانون دربارش عنوان کرده، در پرونده های کیفری اگرچه شاه دلیل هست اما به تنهایی نمیتونه مورد استناد دادگاه برای صدور حکم قرار بگیره اگر متهم در دادگاه این اقرار رو انکار بکنه. ما ماده 359 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت داره که اگر متهم سکوت کرد یا اتهام رو انکار کرد، دادگاه مکلف رسیدگی بکنه و به سایر دلایل متوسل بشه، مثلا از شهود تحقیق بکنه، از دلایلی که دارستان یا شاکی خصوصی ارائه میکنه، تحقیقات مستقل از اون چه که در مرحله تحقیقات صورت گرفته رو در پیش بگیره تا به نتیجه برسه. ماده بعدی صراحت داره، میگه که اگر اقرار صریح باشه و اگر هیچ گونه شبهه و تردیدی در صحت این اقرار وجود نداشته باشه، مفهوم مخالفش اینه که اگر تردیدی در صحت وجود داشته باشه و یا اگر که معلوم بشه که با اختیار این اقرار انجام نگرفته، دادگاه نمیتونه حکم صادر بکنه. ولی ظاهرا اینطور که در گفتگوهایی که من شنیدم صحبت هستش که ایشون در دادگاه اقرار خودش رو که در مرحله تحقیقات شده انکار کرده و نپذیرفته که مرتکب جرم قتل شده.
و این دستگاه قضایی رو با چه شرایطی مواجه میکنه؟ چون نگرانی الان در مورد دیگرانی هم که در طول اون تظاهرات یا در طول اون اعتراض ها دستگیر شدن و بعد اقرارهایی کردن و بعد اومدن و همونها گفتن که تحت شکنجه بودند، اینجا دستگاه قضا باید چه کنه؟ ببینید، یک ابهامی همطور که اشاره فرمودید در این پرونده وجود داره، و اون اینکه مرجع صادر کننده یه حکم اعدام برای این پسر دادگاه کیفری یه متاسفانه ارتباط ما با آقای آقاسی هم قطع شد، امشب یاری نمی کنند اسکایپ ها با ما. محمد حسین آقاسی بود، وکیل پایه‌یک دادگستری از تهران. سازمان نظام پزشکی ایران میگوید کشور با کمبود تخت آی سی یو مواجه است و از این به بعد باید بین بیماران برای ماندن در بخش مراقبت های ویژه انتخاب کرد. این خبر در حالی اعلام شده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا رو به افزایش است، ولی عزاداری‌های محرم و کنکور سراسری قرار است برگزار شود. طبق آمار رسمی از دیروز نزدیک به 2500 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 185 نفر هم جانشون را از دست دادن. بر اساس آمار منابع بیمارستانی، شمار واقعی مبتلایان به کرونا بیشتر از آمار رسمی است. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ممکن است در کوچه و خیابان همه چیز عادی به نظر برسد، اما ویروس کرونا زیر پوست شهر در حرکت است و هر روز جانهای بیشتری می‌گیرد. شمار جانباختگان به روایت آمار رسمی هنوز سررقمی است. طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2697 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 185 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 17802 نفر رسیدند. 14 استان در وضعیت قرمز و 12 استان در وضعیت هشدار. یعنی بر اساس آمار رسمی از کل استان‌های کشور فقط 5 استان با بحران کرونا مواجه نیستند. ظرفیت بیمارستان ها پر شده و حالا باید برای حفظ جان یک بیمار، جان دیگری را به خطر انداخت. علیرضا سلیمی، معاون سازمان نظام پزشکی ایران میگوید ایران با کمبود تخت آی سی یو مواجه است. لحظات سختی را برای تصمیم گیری خالی کردن تخت های آی سی یو و انتخاب بیماران جدید سپری میکنیم. اولین کمبود در بخش‌های آی سی یو کمبود نیروی انسانی است و بعد پرداخت به کادر درمانی است که ماها به تعویق افتاده است. کادر درمانی خسته و فرسوده شدند. خستگی ایمنی بدن را پایین می‌آورد. این در حالی است که ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت ایران می‌گوید شمار بیماران بستری شده اخیراً روند نزولی داشته. آقای حریچی اینجا در یک برنامه در تلویزیون ایران میگوید به رغم شرایط بحرانی مراسم عزاداری محرم برگزار میشود و فقط بخشی از رسوم آن اجرا نخواهد شد. در بوشهر و خوزستان در میومدن به صورت همون تبلو سنت، بله، اونها رو نخواهیم داشت. مثلا دستجات بزرگ مثل تشگذاری در اردبیل، نمیدونم زنجان و اینها رو لطف کردن با ما همکاری کردن، این رو نخواهیم داشت. بهترین ناظر ما در این قضیه خود هیئت‌ها خواهند بود. مشخص نیست هیئت‌ها چگونه می‌توانند بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی نظارت کنند. در میان سازمان نظام پزشکی از مردم می‌خواهد به مجلس عزا و عروسی نروند تا جان کادر درمانی را حفظ کنند. کادر درمانی در تیررس کرونا هستند. سازمان نظام پزشکی میگوید 6000 نفر از کادر درمان تهران به کرونا مبتلا شدند و بیش از 150 نفر هم جان خود را از دست دادند. فقط تهران نیست، استانهایی هم هستند که در حالت عادی با کمبود کادر درمانی مواجهند و حالا در بحران کرونا در تنگنای بیشتری قرار گرفتند. این روستای سفرآباد است در استان سیستان و بلوچستان. نبود امکانات بهداشتی و آموزش کافی باعث شده شماری از ساکنانش جان خود را تسلیم کرونا کنند. چند تا خانواده هستین؟ الان حساب کن 40-50 خانواده است. 40-50 خانواده.
مادر بزرگم فوت کرده، دوشنبه خالم فوت کرده، امم فوت کرده، عامله بوده، اشماش بوده. پدرت هم الان مریضه؟ بعد مادرتون هم باردارن، آره؟ بله. خب الان پدرتون با مادرتون یه جا هن؟ نه. آها پدرتون قرنطینه؟ بله. کجا؟ سیستان و بلوچستان یکی از استان‌هایی است که با کمبود نیروی انسانی در بخش درمان مواجه است. شیوع بیشتر بیماری در این استان می‌تواند مرگ خاموش بسیاری از شهروندان آن را رقم بزند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. بی بی سی به تصاویری کمیاب از درون دستگاه حبس مخفیانه دولت چین در سینکیانگ در غرب این کشور دست پیدا کرده. فیلمی که یک مدل سابق از اقلیت اویغور از خودش گرفته نشان می‌دهد او به تختی زنجیر شده. خانواده‌اش می‌گویند او برای آنچه چین بازپروری می‌خواند تغییر مکان داده شده و از آن موقع هیچ خبری از او نشده. حدود 1 میلیون مسلمان اویغور در این مراکز موسوم به بازپروری محبوس هستند. نه وزارت خارجه چین و نه مقامات سینکیانگ به درخواست‌های بی بی سی برای اظهار نظر در این باره پاسخ ندادند. جان سادورس گزارش می‌دهد. همین چند سال پیش مردان غفار داشت در جنوب چین دور از خانه‌اش در سینکیانگ به عنوان یک مدل پول خوبی در می‌آورد. ولی این وضعیتش وسط زمستان پارسال است. لباس‌های کثیف و مشش که با دستبند به تخت زنجیر شده در فیلم واضح هستند. او الان در سینکیانگ پشت این میله‌های زندان است. بلندگو به زبان محلی در حال پخش پروپاگاندا. با وجود خطر مجازات‌های بیشتر برای او، خانواده‌اش از جمله عمویش که در آمستردام زندگی می‌کند گفتند که راهی جز انتشار این ویدیو نداشتند. سکوت ما بهش کمک نمی‌کنه. تنها کاری که می‌تونم بکنم اطلاع رسانی عمومیه. این تنها شانس ما برای نجاتشه. این مدل جوان قبلا سال 2018 هم به خاطر جرمی مرتبط با مواد مخدر 16 ماه زندانی شده بود. هرچند خانواده‌اش میگویند بیگناه بوده. لذت آزادی بعد از زندان براش دوام زیادی نداشت چون خیلی زود پلیس دوباره دستگیرش کرد و برای چند روز درس گرفتن بردنش به سینکیانگ. از دولت چین پرسیدیم چه اتهام‌های بیشتر علیهش وجود داره و چرا به تخت زنجیر شده بود، اما جوابی نگرفتیم. Why he was handcuffed to a bed. We've received no response. China has built a vast network of highly secure facilities. چین شبکه‌ای از ساختمان‌های حفاظت شده در سینکیانگ ساخته. بعضی از آنها را به ما نشان دادند که ثابت کنند اینها مدارس مبارزه با افراط‌گرایی هستند و نه اردوگاه. ولی سال پیش بعد از فشارهای بین‌المللی گفته شد این مراکز بسته می‌شوند. The texts Mardan Gappa sent along with his video. متنی که مردان غفار همراه ویدیو فرستاده اما چیز دیگری میگوید. 50-60 نفر در یک اتاق کوچک حبس شده بودند. روی سر همه کیسه کشیده بودند و دست و پاشون رو دستبند زده بودند. صدای شکنجه میومد. صدای مردی رو شنیدم که از صبح تا شب داشت جیغ میکشید. One time I heard a man screaming from morning to evening. توصیف خیلی روشنی از زندان‌های چین می‌کنه. زبان چینی رو خیلی خوب می‌نویسه و جزئیات وحشتناکی از شرایط حبس این آدم‌ها میده. اطلاعاتی که خیلی کم سابقند. در نهایت ویروس کرونا بود که اجازه داد اطلاعات این دستگاه مخفی به بیرون درز کند. وقتی تبش بالا رفته بود به این سلول انفرادی منتقل شد و بعضی از وسایل شخصیش در اختیارش قرار گرفت. نگهبان‌ها بدون اینکه متوجه بشوند موبایلش را به او پس دادند. ولی بعد از مدت کوتاهی پیام‌ها قطع شد. و بعد از آن دیگر از او خبری نشد. جان سادورث، بی بی سی نیوز، بیجینگ. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از لندن با ما هست. آقای علیزاده، خیلی ها بارها انتقاد کردن از دولت ایران و همینطور حکومت جمهوری اسلامی که چرا وقتی کار به مسلمانان اویغور چین
میرسه کلن سکوت میکنه و هیچی نمیگه و کلن ساکت هست در این مورد. از جمله علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران که این مسئله رو گفت و جوابی هم از وزارت خارجه گرفته که اونها گفتن به دلیل نیاز اقتصادی نمیتونن. چه شرایطی داره الان حکومت ایران در این مورد؟ خب من پرسش شما رو تکمیل کنم در خصوص اینکه اگر این وضعیت رو نسبت به مسلمانان اویغور در چین شاهد هستیم، عیناً همین وضعیت رو نسبت به روسیه هم شاهد هستیم. یعنی در مواردی شده که بین مسلمانان روسیه و دولت مرکزی اختلافاتی شده بود. حتی اگه یادتون باشه در زمانی که آذربایجان استقلال پیدا نکرده بود، اون موقع یه سازی که خواستن استقلال پیدا کنن قبل از فروپاشی بودش، سرکوب شدیدی کردن. همین کشور آذربایجانی که به هر حال ریشه های عمیقی هم با کشور خود ما داره. پس بنابراین مسئله صرفاً کشور چین نیست بلکه روسیه است. حالا اگر این دو رو در نظر بگیریم و اتفاقاً پیوند بزنیم به موضوعاتی که اخیراً در رسانه‌ها به طور گسترده بهش پرداخته شد و اون عبارت بود از عقد قرارداد 25 ساله با چین و صحبت قرارداد 20 ساله با روسیه رو مطرح کرده بودن، اینجا دیگه کاملاً روشن میشه که مفهوم نگاه به شرق، استراتژی نگاه به شرق یعنی چه. ما فهمیدیم که نگاه به شرق فقط شامل دو کشور میشه، یعنی در این مجموعی که اصطلاحاً در شرق محسوب میشوند شما دیگه هند جا نداره. در اینجا کره شمالی که همین دیروز پریروزا خبرش بیرون آمد 9 میلیارد دلار پول ایران رو بلوکی کرده، پرداخت نمیکنه، تازه میگه کره جنوبی و پرداخت نمیکنه، تازه گفته برای حق نگهداریش هم شما بایستی غرامت پرداخت کنید، در این طیف قرار نمیگیره. تایلند، مالزی، اندونزی، اینا هیچ کدوم نیستن. فقط این نگاه به شرق یک تعبیر بسیار پرزرق و برقی بوده که جمهوری اسلامی پیوندهای خودش رو با این دو کشور برقرار بکنه، کشورهایی که به هر حال در برجام اون طرفداری رو کردن، در آژانس بین المللی آمدن و رأی به قطعنامه ندادن. روشن هستش که جمهوری اسلامی با اینها نرد عشق میخواد بپردازه، ولی اشکالی نداره اگر یک کشوری میخواد با کشورهای دیگه به هر دلیلی مصالحی رو در نظر میگیره به اونها بپردازه، اشکال نداره. اما جمهوری اسلامی با یک مشکل ذاتی برخورد میکنه و اون اینکه شما در قانون اساسی کشور خودتون دارید که این نظام جدیدی که برخواسته از جنبش های آزادی بخش، یعنی چه مسلمان و چه غیر مسلمان، و جنبش های اسلامی حمایت میکنه. الان مسئله مسلمانان اویغور اصلا مسئله جنبش هم نیستش. میدونید که وضعیتی که در اویغور به وجود آمده قریب به 1 میلیون نفر میگن بزرگترین زندانخانه سرباز جهان هستش، یعنی از این دیگه زندان بزرگتر در دنیا وجود نداره، به وجهی که حالا گزارش ها بیرون آمده. ببینید من یه مقایسه جالب برای شما انجام بدم، ببینید جمهوری اسلامی در چه تناقض ذاتی قرار گرفته. در مارس 2019 بود آقای ظریف به همتای ترکیه خودش آقای چاوشاوغلو تماس گرفتن که یالا بیایید ما اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی بگذاریم. خب برای چی؟ تمام موضوعی که آقای ظریف رو برانگیخته بود که تقاضای اجلاس اضطراری بکند این بودش که اسرائیل به یک مسجدی حمله کرده بود، اهانت کرده بود، سرباز اسرائیلی با کفش رفته بود داخل مسجد، این یک. و دو، در نیوزیلند یک جوان نابکاری آمده بود اسلحه دست گرفته بود و 49 نفر مسلمان رو تو مسجد کشته بود. تازه دید دولت نیوزیلند چقدر حمایت کرده، چقدر همدردی کرده. آقای ظریف در اینجا یادش هستش که مسلمانانی هستند در فلسطین، مسلمانانی هستند در نیوزیلند و برای اجلاس اضطراری سازمان همکاری اسلامی رو تقاضا میکنه مارس 2012. و وضعیت رو در همین اویغور مقایسه کنه که بسیار هم بدتر به نظر میرسه باشه وضعیت اینا، حداقل بر اساس گزارش هایی که بخش جهانی بی بی سی بارها فرستاده میبینیم که چه وضعیت بغرنجی دارن اونها.
وقتی اون چه که شما گفتین اشاره کردید به قرارداد 25 ساله ایران و چین، ولی این وضعیت مسلمانان اویغور که اصلا به چندین سال پیش از اون برمیگرده، حتی در زمانی که بحث این قراردادها هم نبود باز ما از جمهوری اسلامی چیزی نمیشنیدیم حتی یک بار که در حمایت از این مسلمانان چیزی بگه. عرض کردم که ما حتی پیش از اون قرارداد هم چیزی نمیشنیدیم از جمهوری اسلامی که در مورد، یعنی مسئله آیا به نظر شما تنها سیاسی است یا اقتصادیه؟ چی میتونه باشه بیش از این؟ بله، همونطور که گفتم، ببینید، این نگاه به شرق در واقع یک صحبت پرزرق و برقی است که در درون اون اگر واکاوی کنیم به گمان من استقلال کشور از بین رفته. شما نگاه کنید اینهایی که مثلا خیلی به سیاست ضد سلطه آقای خامنه ای بها قائل میشن، میگن که آقا تمام هزینه های سنگینی که کشور داره میده عوضش ما کشور مستقلی شدیم، میتونیم رو به روی آمریکا بیستیم رو به اصطلاح حرف خودمون رو بزنیم. بسیار خوب، حتی اگه این حرفو بپذیریم، آیا شما در طول 40 سال در دو طول اقلا مدیریت آقای خامنه ای یک جمله شما دیدید که آقای خامنه ای به چین متعرض بشه، در جایی اشتباهی کرده باشه؟ به همون منطقه مسلمان آقای خامنه ای در دوران ریاست جمهوری خودش سفر کرده بود، مساجد اونجا رو دیده بودن که الان کاباره شده. در اونجا این مسئله بازآفرینی یا بازآموزی که هستش همه از آن دارن که اساسا تقاضا دارن که کشور مسلمان های اینجا تغییر هویت بدن، این دین خودشون رو عوض بکنن، بهشون حتی چیزهایی که محرمات هستش برای یک مسلمان رو توصیه میکنن بخورن نخورن، اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن، زنها رو عقیم میکنن. بنابراین استقبال جمهوری اسلامی به نظر من مخدوشه. ممنونم از شما آقای علیزاده. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین. برآوردهای تازه از منابع تامین انرژی حاکی است که تا 10 سال آینده توسعه انرژی‌های فراساحلی بادی 8 برابر خواهد شد. چنین توسعه‌ای امیدها را نسبت به توسعه منابع پاک تامین برق هم بیشتر کرده. با وجود هشدارهای دانشمندان، مصرف سوخت‌های فسیلی که آلاینده هستند، تعادل طبیعت را برهم می‌زند و زمین را گرم‌تر می‌کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. هر جا توربین‌های بادی دیدید، بدانید که به آینده پاکیزه‌تر چشم دوخته‌اید. امروز سهم این توربین ها در تولید برق جهان اندک است، چیزی حدود 5%. بیشتر انرژی بادی روی خشکی تولید می شود تا اینکه فراساحلی باشد. اما طبق برآوردهای امروز شورای جهانی انرژی بادی، تا 10 سال دیگر انرژی های بادی فراساحلی بسیار بیشتر خواهد شد. چقدر بیشتر؟ در حال حاضر برق تولید شده فقط از توربین های فراساحلی معادل 6 ماه مصرف برق در ایران است. تا 10 سال آینده پیش بینی می شود که 4 برابر مصرف سالانه ایران برق تولید کنند. انرژی بادی یک منبع پاکیزه انرژی است. برخلاف نفت و گاز و زغال سنگ آلودگی ندارد و گاز گلخانه ای وارد هوا نمی کند. گاز گلخانه ای در هوا باعث گرمتر شدن کره زمین و نوسانات شدید و خطرناک اقلیمی مثل سیل های مهیب و خشکسالی های طولانی مدت می شود. امروز چین منشأ اصلی انتشار گاز گلخانه‌ای ولی منبع اصلی تولید انرژی‌های پاک هم هست. برای اینکه تشخیص بدیم آیا چین در جهان رهبر جنبش اقلیمیه یا نه، این لحظه مهمیه. چین از یک طرف امروز بزرگترین سرمایه‌گذار جهان در زمینه انرژی‌های پاکه، ولی از طرف دیگه یه وجه تاریکی هم داره که بزرگترین آلاینده است. اینجا یک کارخانه تولید توربین بادی در انگلستان است، یکی از صدها کانون توسعه انرژی های پاک در جهان. سازمان جهانی انرژی میگوید توربین های بادی این ظرفیت را دارند که تا 20 سال آینده تا 10 برابر تقاضای جهانی برق جوابگو باشند، به شرط آنکه سرمایه گذاری های لازم در صنعت انرژی بادی صورت بگیرد، به جای اینکه سرمایه ها به سمت توسعه صنایع نفت و گاز و زغال سنگ بروند که امروز چندین برابر سرمایه گذاری در انرژی های پاک است. هرچند 5 سال از توافق جهانی پاریس برای فاصله گیری از سوخت‌های فسیلی می‌گذرد. یک دلیلش این است که بسیاری از سیاستمداران پرنفوذ دنیا به مدیران شرکت‌ها و صنایع سوخت فسیلی پرکربن نزدیک هستند. اما جنبش جهانی مقابله با بحران اقلیمی و جامعه مدنی و علمی دنیا هم بیکار ننشسته و خواستار تغییر است. یکی از دستاوردهای این جنبش امروز اعلام این خبر بود که گروه بزرگی از سرمایه‌گذاران
که 16,000 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کنند، طرحی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع کم کربن تنظیم کردند. چنین گام‌های بزرگی می‌تواند جهان را از بند سوخت‌های فسیلی رها کند، چرا که استخراج و مصرف تمام سوخت‌های فسیلی دنیا میانگین حرارت جهان را 4 تا 5 درجه سانتیگراد بیشتر کرده و زندگی را برای میلیاردها نفر غیر قابل زیست می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی مسابقه با زمان است. بریدن بشر از سوخت‌های فسیلی قبل از اینکه نابودش کند. از این رو تا وقتی توربین‌های بادی می‌چرخند و بیشتر می‌شوند و صفحات خورشیدی توسعه می‌یابند، یعنی هنوز امیدی هست. سیاوش اردلان، بی بی سی. چندی پیش در پی کشته شدن یک کولبر در غرب ایران، هشتگ کولبر نکشید ترند اول ایران در توییتر شد. همزمان یک اثر گرافیتی یا دیوارنگارم با اون هشتگ بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. درباره این دیوارنگاره و خالق اون، تیم شبکه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی گزارش تهیه کرده که با هم ببینیم. ماجرای گرافیک کولبرها برمیگرده به اواخر سال 96 که اولین گرافیتی رو در زادگاه هم مریوان کار کردم. اوائل 97 بود که این اثر بالکل مخدوش شد. این شد که تصمیم گرفتم کارهایی که زن پاک شدن دارند رو به کوهستان منتقل کنم. با این وصف سال 97 و 98 دو اثر دیگر مربوط به این مجموعه رو در یک گذرگاه کوهستانی در اورامان کار کردم که هنوز هم پابرجا هستند. این اثر اخیرم رو هم برای همراهی با کمپین کولبر نکشید در معبر کولبری کوه تته اورامان در مسیر عبور کولبران و احیاناً برادرانی که هر از گاهی به اونها شلیک می کنند کار کردم. هدفم هم از این شکل اجرا و انتشار این کارها ایجاد پژواکی برای صدای ناشنیده این آدمای مظلومه که ابتداعاً این شیوه امرار معاش رو سزاوارشون نمی دونم و در ادامه کشتنشون به این جرم ستم مسلم. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. ممنون که با ما هستید.